همیهنان عزیز خوب توجه کنید ببینیم انتصابات سیزده ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی چه اتفاقی رو رقم زد برای خود جمهوری اسلامی قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم تکرار می کنم که ما بارها در رستاخیز سیمور و اعلام کردیم که جمهوری اسلامی یک حکومت تعیین شده از طرف مافیا هست بنابراین هر اتفاقی در سیزده دوره ریاست جمهوری افتاده بر اساس دستور و اوامر اربابان و مافیا بر سردمداران این رژیم اشغالگر و زهاک بوده اما رژیم با آوردن ابراهیم رئیسی طبق دستوری که داشت زمینه رو فراهم کرد تا اتحادیه اروپا خصوصا حمایتش رو از پشت جمهوری اسلامی ورداره و این یک دستور بود تا شرایط و زمینه مهیا بشه برای حوادث بعدی موضوع دومی که رژیم در این سیرک انتصابات سیزدهم ریاست جمهوری پشتوانه نظامی خودش را از دست داد حتی در دل سپاه به دلیل اینکه نتیجه انتخاباتی که خودشون اعلام کردند با این حجم بزرگ تقلب و دروغ هایی که شد هم ارتش هم سپاه هم بسیج هم نیروی انتظامی در تمامی بخشا به این مسئله رسیدن که مردم مشروعیتی رو برای رژیم قائل نیستن و در واقع رژیم نزد مردم در داخل ایران فاقد مشروعیته و پشتوانه مردمی نداره بنابراین کلیه این بخشا از حمایت خود حکومت کنده شدن مطمئن باشید این اتفاق شما در آینده نچندان دور خواهید دید مسئله سوم بارها بارها از بعد از 28 خورداد که این سیرک نمایشی رو اجرا گذاشتند شما شاید از این مقامات مختلف جمهوری اسلامی از خود علی خامنه گرفته از حسن روحانی ابراهیم رئیسی اومدن گفتن که یک با اقتدار ما این انتخابات رو اجرا کردیم و مردم در صحنه بودند و خیلی قشنگ اومدن حمایتشون رو اعلام کردن میخوام یک مسئله رو بگم اولا بر اساس نتایجی که خود جمهوری اسلامی اعلام کرد و اگر تقلب نمی کردن اونم با این حجم زیاد مطمئن باشید رئیس جمهور دوره سیزدهم جمهوری اسلامی چیزی نبود به غیر از آرای باطل یعنی آرای باطله به عنوان نفر اول باز رئیس جمهور می شد اما اینها اومدن این همه تقلب کردن در اعلام نتایج که ابراهیم رئیسی بشه نفر اول و آرای باطل بشه نفر دوم اما بر اساس این که ابراهیم رئیسی منتخب علی خامنه ای و حکومت بود تمام کسانی که مجبور بودن در انتخابات شرکت کنند از سربازش گرفته از کارمند از دانشجو هر کسی که مجبور بود در این انتخابات شرکت بکنه و بهشون دستور دادن که به ابراهیم رئیسی رأی بدید رفتن به خاطر این که فقط مهر انتخابات هم بخوره تو توی شناسنامه این کارو کردن اما نظر حکومت رو انجام ندادن یعنی در واقع این خودش یک دهنکجی بود که ما رو مجبور کردید رفتیم رأی بدیم ما میریم اما به نفری که شما میگید رأی نمیدیم با احتساب تمام این آمار و با حساب این که خود وزارت کشور اعلام کرد نزدیک به 60 میلیون افراد واجد شرایط برای اخذ رأی داریم اگر آماری که با تقلب اعلام کردند برای ابراهیم رئیسی رو کم بکنیم 60 میلیون من های 17 میلیون شما بگید 18 میلیون 42 میلیون نفر مخالف جمهوری اسلامی 42 میلیون نفری که شرایط اخذ رأی رو دارن یعنی مشروعیتی رو برای جمهوری اسلامی قائل نشده اند 42 میلیون نفر با جمهوری اسلامی مخالفند چهل و دو میلیون نفر به دنبال گذر از جمهوری اسلامی هستند به همین دلیل در این سیرک نمایشی شرکت نکردن و رأی خودشونو دادن یعنی چی رأی خودشون یعنی نشستن تو خونه بیرون نیومدن تو خیابون ها نیومدن نه تنها در این نمایش شرکت نکردن بلکه نشستن تو خونه یعنی آقا ما مخالفیم شما رو نمیخوایم موضوع مهم بعدی این هستش که حکومت با انتخابه یعنی حکومتی که 43 سال کشور ما رو اشغال کرده با تعیین ابراهیم رئیسی عملا و به صورت مستقیم یک بمب آماده انفجار یک نارنجک زامن کشیده رو فرستاد در بیت علی خامنی و شما خیلی زود شاهد این خواهید بود حالا یا به یک عبارتی قبل از تحویل پست ریاست جمهوری به یک عبارتی شاید سه چهار ماه بعد از تحویل پست ریاست جمهوری شما شاید این خواهید بود که بیت علی خامنه ای از درون متلاشی میشه اما یکی دیگه از مسائلی که در این سیرک نمایشی اثبات کرد یک مسئله بسیار مهم و اثبات کرد هم به رژیم هم به دنیا بعد از 43 سال بزرگترین همبستگی ملی در دل ایران توسط همیانان اون رقم خورد و این یک خواب آشفته ای رو هم برای رژیم هم برای مافیا دربر داره که مردم ایران نه تنها امروز دیگه بیدار شدن بلکه هوشیار هستند و فریب نمیخورن دنیا هم حرفشون رو ثابت کردن و دنیا موظفه سر تعظیم فرود بیاره به خواست 85 میلیون ایرانی نکته بعدی این که در طول تبلیغات این سیرک نمایشی از طرف این شش هفت کاندیدای حکومتی شما شاهد بودید باز یک سری از سایبریهای جمهوری اسلامی که در خارج از کشور هستند و سالیان سال دارن مردم رو به انحراف میکشونند و به عنوان مزدوران جیرخار جمهوری اسلامی دارن به براندازان در داخل ایران یا در خارج از ایران حمله میکنن یا مردم رو لای تیغ جمهوری اسلامی میدن تلاش کردن که در روز 28 خورداد در شرایط امنیتی سیرک نمایشی جمهوری اسلامی باز بیاین بیرون بعد از ظهر بیایید بیرون ساعت 7 8 شب بیایید بیرون تنبی نشدن که سال 96 هم همین کاری کردن هنوز جواب اون خانواده هایی که بچه هاشونو گرفتن و بردن همون 250 300 نفری که رفتن و دیگه هم پیداشون نشد هنوز جواب اون خانواده ها رو شما نتونستید بدید و اینکه در یک همچین روزی تمام کسانی که به هر شکلی در داخل یا در خارج در حال مبارزه با جمهوری اسلامی هستن برای و گذر مسلم... مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی تاکید کردن که از خونه هاتون بیرون نیاین شما بر چه اساسی میاید این حرف رو میزنید این حرف فقط دلیلش این هستش که جمهوری اسلامی داره به شما این دستور میده و باز هم مردم تو دهنی محکمی تو دهن شما زدن اما خب میدونیم که شما از رو نمیرید یکی از مهمترین عواملی که ابراهیم رئیسی خیلی زود دستش رو خواهد شد دوستان وضعیت اقتصاد و معیشت خانوار از دل جامعه گرفته تا اقتصاد فردی و معیشت خانواده خواهد بود شما به زودی شاهد این خواهید بود که اقتصاد بدتر از اون چیزی که قبل بوده خواهد شد و روز به روز شرایط اقتصادی از جمله اعلامی که اعلام کردن در رابطه با افزایش نرخ نون افزایش نرخ لبنیات بین 70 تا 100 درصد افزایش قیمت خواهد داشت و از افزایش چشمگیری خواهد داشت اینها شرایط اومدن ابراهیم رئیسی در ویدیوهای بعدی به مسائل دیگه خواهیم پرداخت که برای شما منتشر خواهیم کرد در داخل کشور به صورت گسترده در حال اتفاق این ویدیوها رو پخش کنید مردم هرچی میتونید به این اعتصابات در بخش‌ها و اتحادیه‌های مختلف بپیوندید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم به امید پیروزی هرچه زودتر مردم ایران پاینده ایران بزرگ و تا ابد جابید شد